فکر میکردم خب ازدواج میکنم، میرم داخل یه خونه، بچه دار میشم، خوش و خورم زندگی میکنم. داخل رویای بچگی، 13 سالگی خیلی سن پایینیه. کودک همسری رو نمیشه گفت زندگیمو نابود کرد، زندگیمو به آتیش کشون. یعنی هیچ واژه‌ای نمیتونی براش پیدا کنی. فکر کنید نه دوران بچگی داشتید، نه دوران مدرسه داشتید. از همون اول که فهمیدی تو یه زنی، تو یه دختری، ازدواج کردی. کل فامیل به همین صورت باید زندگی میکردن. مرد میگفت بمیر، باید میمردی. مژگان مولایی حدود 2 سال است که به آلمان پناهنده شده است. میگوید 13 ساله بود که پدرش را از دست داد و عموهای او تنها 10 روز بعد از فوت پدر او را مجبور به ازدواج با مردی کردند که 15 سال از خودش بزرگتر بود. فکرشو میکنم مثلا اینگاه برام یه بازی بود. هیچ درکی نداشتم. تا فردای بعد از اون عقد تازه فهمیدم که چه بلایی سرم اومده و چه تاوانی باید پس بدم. مژگان مولایی اصالتاً بختیاری است و در نزدیکی شهر کرد زندگی میکرد. میگوید بعد از ازدواج اجباری دیگر حتی اجازه نداشت به مدرسه برود. من حدوداً تا کلاس پنجم درس خوندم. حدوداً که میگم چون که نصفه های کلاس پنجم دیگه مدرسه به کل تعطیل شد. اجازه نمیداد. میگم واقعاً اجازه نمیداد حتی من درو باز کنم. من به خاطر اینکه یه بار درو باز کرده بودم که میدونستم من مثلا قرار دوستان بیان، خانوادم بیاد، اینقدر کتک خوردم پرده گوشم پاره شد. فکر کنید مثلا یه دختر 14 ساله. بعد از 19 سال مژگان مولایی توانست از شوهرش جدا شود. او و دختر مشترکشان در شهرهای مختلف ایران مخفیانه زندگی کردند و مژگان بعد از 2 سال با همسر فعلیش آشنا شد و ازدواج کرد. وقتی میشینم زندگی خودم رو نگاه میکنم و من خودم و اقواممو نگاه میکنم، اینجا زنا رو میبینم یا زندگی های دیگه رو میبینم، واقعا خیلی دلم به حال خودم، مادرم و خیلی از اون زنایی که اونجا با اون شرایط هنوز تا هنوز دارن زندگی میکنن دلم میسوزه. زن بودن فقط آشپزی کردن بود، سرویس دادن به شوهرت بود، حتی اگر بدترین کارم ازت میخواست باید انجام میدادی. الان خیلی آگاهی بیشتر شده داخل ایران، خیلی زیاد، ولی باز هنوز این سنت ها هست، هنوز این خانواده ها وجود دارن. همش هم آقای اسماعیلی نیست که بگیم که به خاطر اینکه میخوان قوانین رو رعایت کنن، نه، یه باورای غلطیه که به خوردشون رفته. میدونم که خب صحبت کردن در مورد چنین موضوعی راحت نیست. چرا حاضر شدید بیاد جلوی دوربین؟ به خاطر اینکه خیلی ها دارن آسیب میبینن، خیلی ها دارن کشته میشن. واقعا دلم برای خیلی از اونایی که مثل من زندگی کردن و هنوز تا هنوزه دارن به همین صورت زندگی میکنن میسوزه. شاید میتونم بگم داخل همون سن یا همین الانشم بالای 10 نفر رو میتونم نام ببرم داخل همین 3 سال اخیر که کشته شدن به خاطر این موضوع. خودشونو دار زدنه، خودشونو سوزوندنه. ببینید وقتی اون لحظه تصمیم گرفته زندگی نکنه با اون آقا و خودشو بسوزونه، اون صحنه رو دیدم، فرار میکرد. نمیدونم پشیمون شده بود، برای زنده بودن می جنگید، از درد فرار می کرد. همیشه این سوالا داخل ذهنم بود. خیلی ها بودنه که الان تا الان باهاشون دوست بودم، بچه هاشون هم سن بچه هام بودنه و این سرنوشت برای بچه هاشون بوده. سرنوشتی که ظاهراً قرار بود برای دختر مژگان مولایی هم رقم بخورد. او میگوید همسر سابقش قصد داشته است که دخترشان را که آن موقع 11 سال سن داشت شوهر بدهد. بختیاری یا شیربها میگیرن، یه مبلغی پولا میگیرن، اونم گفته بود با یه مردی بالای 15 سال بزرگتر از دخترم. وقتی این قضیه پیش اومد دیگه همه شهرهای ایران هم رفته بودیم. یعنی هر کاری رو که شما بگید ما انجام داده بودیم برای دور بودن و یه زندگی نرمال آروم داشتن. آنطور شد که آنها به ترکیه گریختند، اما آنجا هم خطر دیپورت پناهجویان به ایران وجود داشت و مژگان مولایی از به خطر افتادن جان دخترش میترسید.
چون که من یه سنت شکنی بزرگ کردم، اگر قتل میکردم باز یه راهی برای بخشش بود، ولی من دختری رو که فروخته شده بود فراری دادم، چه از نظر ایران، قوانین ایران که همش بر علیه زناست، چه از نظر اون خانواده که واقعا هیچ چیزی این لکه ننگو به غیر از کشتن پاک نمیکنه. مژگان مولایی تصمیم سختی میگیرد. او تنهایی و پیاده با پناهجویان دیگر همراه با قاچاقبران راهی آلمان میشود. دختر و همسر جدید و پسر مشترکشان در ترکیه میمانند تا بعد از قبولی آنها بتوانند به او بپیوندند. هیچ مادری بچه کوچیکشو نمیذاره بیاد، مگر اینکه بدونه واقعا هیچ راهی برای نجاتش نداره. شبا وقتی داخل اون جاده پیاده میومدم، داخل اون مسیر با تاولای پام، با اون دردی که میکشیدم، فقط تنها چیزی که قدرت بهم میداد اینه که بچه‌ها یه جای امن زندگی کنن، دخترم شبا نیاد بالا سرم یا ازم نخواد مامان بیا همه با هم بمیریم. خیلی سخت دختر کوچیکت یا پسر شبانه روز اشک بریزن. دخترم یه پیرهن منو برده، بعد میگه مامان من شبا قبل خواب اینو بو میکنم و میخوابم. بعد از یک سال بلا تکلیفی هنوز مژگان مولایی جوابی برای درخواست پناهندگیش دریافت نکرده است. اما این تنها مسئله نیست که او را عذاب میدهد. چند ماهی می شود که شوهر او در ترکیه به علت نداشتن مدرک بازداشت شده و در کمپ اخراجی ها به سر می برد. بچه های او هم پیش یک خانواده آشنا زندگی می کنند. نمی دونم واقعا چه گناهی کردم. فرصت گناه هم نداشتم. اونقدر بچه بودم ازدواج کردم. اونقدر سختی های زندگی رو تحمل کردم. اونقدر شکنجه شدم. واقعا دیگه بس نیست. زن زندگی آزادی برای خیلی از مردم عادی مثل من داشتن یه هویته. تلاش میکنم برای اینکه اگر زنن زن بمونن، ارزش داشته باشن، نه اینکه مجبور باشن زندگی رو تحمل کنن، کتک خوردن و تحقیر شدن و که یک دفعه بچه رو ازشون نگیرن. خیلی چیزا رو من تحمل کردم به خاطر اینکه دخترم رو ازم نگیرن.